ممنون حسین. رئیس جمهور پاکستان در حالی که کشورش متهم به حمایت از تندروان بوده و تحت فشار بین المللی قرار گرفته، خاموشانه قوانین ضد دهشت افغانی پاکستان را تعدیل کرده است. پیش از این در پاکستان سازمانهایی که شورای امنیت ملل متحد بر آنان تحریم وضع کرده، به گونه فوری شامل فهرست دهشت افغانان نمی‌گردید و به همین دلیل نهادهای مثل بنیاد فلاح انسانیت و جماعت الدعوه به رهبری حافظ سعید می توانستند در سراسر پاکستان به فعالیت ادامه دهند. تعدیل تازه در قوانین حکومت را دست باز می دهد تا این مؤسسات را نیز حال تحریم کند. اما با وجود این پاکستان هنوز هم متهم به حمایت از دهشت افغانان می شود. مقامات ارشد امنیتی افغان چند پیش برای ارائه شواهد و مدارک به پاکستان رفتند که بیانگر حضور طراحان حملات مرگبار بر کابل در قلمرو پاکستان بودند. در عین حال وزیر دفاع هند گفته شواهد را دریافته که نشان می دهد گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان در حمله روز شنبه بر یک کمپ نظامیان در نزدیک شهر جمو دست داشته و کنترل کنندگان حمله در مناطق تحت اداره پاکستان بودند. یافته های استخباراتی ما نشان می دهد که این دهشت افغانان از سوی اومال در آن سوی سرحد کنترل می شدند. وزیر دفاع هند افزود که تحقیق کنندگان گزارش کامل از حمله اخیر در کشمیر را تهیه خواهند کرد و شواهد به پاکستان ارائه خواهند شد. ارائه شواهد به پاکستان می باید یک روند متداوم باشد، زیرا لازم است که بار بار این مسئله باید به اثبات برسد و دخالت آنها را هر کسی باید شاهد باشد و مدارک فقط این ادعا را قوت می بخشد. اما دادن شواهد و مدارک ما را از این حق ما محروم نمی سازد که در زمان مناسب و به گونه کامل به این حمله پاسخ دهیم. پاکستان باید بهای این رویداد ناگوارا بپردازد. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک بیان رسمی گفته که تمام پندارهای سو از جانب مقامات و رسانه‌های هندی را رد می کند و افزوده که جهان متوجه کمپاین هند در بدنامسازی پاکستان خواهد بود. افزون بر آن شهر سرینگر کشمیر نیز در دو روز گذشته شامل درگیری مسلحانه بین تندروان و نیروهای هندی بود. رئیس پلیس کشمیر مهاجمان را افراد وابسته به لشکر طیبه مستقر در پاکستان خواند. در پایان عملیات دو تروریست کشته شده و سلاح و مهمات به دست آمد. وانچه از قرائن و شواهد ابتدایی برمی آید این است که این کار گروه لشکر طیبه بود. هند در گذشته نیز پاکستان را با آموزش، تسلیح و تجهیز تندروان متهم کرده که با عبور از خط کنترل در کشمیر علیه هندی ها حملات انجام می دهند. اما پاکستان همواره این ادعاها را رد کرده است. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.